سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال پرژن ریویو خوش اومدید. بابا اینا پنل دارن همشون فیک میزنن، می نویسم امضا میکنم، ای روزمرگی میذارن، چسخل مسخلید واقعا بهشون تبلیغ میدی؟ ببین یخچالی، خانمی که آرایش میکنه قصه تعریف میکنه خوایاش هست و گنده تر بود اون زمان. ای لباسایی که میبینید تنه منم. آره ببین نگاه کن، این مایی که تو این هیته کاریم، خب واقعا اینو میدونیم. اگر بخوایم کسایی که توی فضای مجازی فعالیت میکنن که حالا یه جورایی میشه بهشون گفت اینفلوئنسر رو دسته بندی کنیم، قطعا دو دسته خیلی مهم داریم که یکیش واینرا هستن که یه جورایی کارهای طنز میکنن و حالا مردم رو میخندونن، و دسته دوم بلاگرها هستن که یه جورایی میشه گفت زندگی روزانه و روتینشون رو در معرض دید بقیه میذارن. معمولا هم به این شکلی که وقتی توی صنفی دو دستگی یا سه دستگی به وجود و دو سه مدل شغل مختلف ایجاد میشه، هیچ وقت نمیتونن با هم دیگه مسالمت آمیز زندگی بکنن، و الانم دقیقا همین اتفاق افتاده. و یه جورایی واینرایی که حالا توی اینستاگرام فعالیت میکرده، اگه بخوایم برگردیم هم عقب یه جور نظر تاریخی بهش نگاه بکنیم، شاید اولین کسایی که وارد شدن و اینستاگرام رو به این شکل کانتنت براش درست کردن واینرا بودن، کسایی مثل عرفان علیرضایی، محمد امین کریمپور یا میلاد خواه. و بعد حالا به مرور زمان هر چقدر که رفت جلوتر، سبکای دیگه هم به وجود اومدن که حالا تو فضای مجازی فعالیت میکردن، و یه جورایی واینرها همیشه خودشون شاید بالاتر بدونن از بقیه. از یه منظر دیگه هم میخوایم بهش نگاه بکنیم، به هر حال شغل واینری و طنزپردازی یه چیزیه که سابقه خیلی بلند مدتی داره توی ژانرهای دیگه و پلتفرم‌های دیگه. مثلا ما همیشه کسایی داشتیم که حالا میرفتن رو صحنه تئاتر استنداپ کمدی میکردن، برگرا میخندن تو خیابون، یا مثلا کنار خیابون یه نمایشی اجرا میکردن. اما بلاگری یه جورایی اووردن همون زندگی روتین روزانه است. مثلا یه نفر میره خرید میاد، حالا آشپزی میکنه، و همین فهم میکنم باعث شده که حالا خیلی از واینرها خودشونو بالاتر از بقیه بدونن. این ماجرا درگیری خیلی وقته که وجود داره، اما چند روزیه که میلاد خواه که همونطور که گفتم یکی از اولین کسایی که واینری میکرد توی اینستاگرام و خب تعداد فالوور خیلی زیادی هم داره از قدیمیاست، یه دفعه اومد شروع کرد به جنجال خیلی زیادی به پا کردن سر اینکه بلاگرای دوزاری و کسایی که هیچ کاری نمیکنن، هیچ هنری ندارن، میان هزینه تبلیغات خیلی زیاد، مثلا 30 40 50 60 میلیونی میگیرن، در صورتی که ما واینرها که هم کارمون بازدید بیشتری داره و هم یه جورایی یه هنری داریم از خودمون به خرج میدیم، از اینا طرفه تبلیغاتمون خیلی پایین‌تر. یکی از کسایی هم که مستقیم میلاد خواه روش گرفت شیماکاتو زیان بود که همونطور که خب میدونید یکی از بزرگترین بلاگراییه که توی کامیونیتی فارسی هست، و علاوه بر اون توی یوتیوب هم تعداد سابسکرایبر خیلی بالایی داره، فکر می‌کنم بیشتر از 100 هزار سابسکرایبر داره، و به هر حال یکی از آدمای خیلی موفقیه که توی این حوزه وجود داره، و یه درگیری بینشون به وجود اومد که شیما هم خب واکنش خیلی شدیدی از خودش نشون داد، و در ادامه هم کسایی مثل آندیا بابایی یا ماری اچ ام اومدن سمت میلاد خواهشون. به هر حال خودشون هم یه جورایی میشه گفت که واینرن و با بلاگرها همیشه رابطه خیلی خوبی نداشتن. روی پیج ببخشن بابت این لحنم، فقط مادرها، بقیه والا هم سن و سالیم دیگه مهم نیست، ولی مادرهای پیج بابت این لحنم ببخشن، ولی امروز قشنگ ریدم، امروز قشنگ ریدم. رفتم تبلیغ، گفتش که همین صحبت همین دو سه روزه شد و گفتش آره استوریه با حال گذاشتی و فلان، آره صحبت ما هم بود. گفتم تا حالا به کسی اینجوری تبلیغ دادید اون صحبتایی که میکردم؟ در گفت آره. گفتم چی؟ گفت فلان کسک اومد گفت چقدر دادی؟ گفت یه استوری 80 میلیون. 80 میلیون پس 80 میلیون یا عمد پس. گفتم واقعا به قد وای علی، ببین این قضیه رو من نمیتونم ماها هضمش کنم، انقدر میپرداز. گفت 120 تومن اومده یه استوری تو 10 دقیقه گرفته رفته، بعد علی پیج 700 گوی علی. وای من به والله من مالیاتو وصل میکنم به تک تکتون. اینایی که در میارید، این رقمایی که در میارید و 100 در باید مالیاتشونو بدید. بابا به قریدن قیمت ها اصلا ما که این کارو درست کردیم، ما بیناموس انقدر نمیگیریم. چست و من به قرآن رقم خودم امروز
دیدم در مقابلونه چست اومده. بابا اینا پنل دارن همشون فیک میزنن. مینویسم امضا میکنم. ای رو چه حساب همچین پولی میدید بهشون؟ ریدم تو خودم به قرآن. کیان مگه؟ روزمرگی میذارن چسخل مسخلید واقعا بهشون تبلیغ میدی؟ قیمت درست نکنید پنلو میذارم کامل همه چیشو که چیه از کجا میگیرید چی... همه چیو کلن صفر و صدتونو میریزم تو دایره تو مجازی دیگه ببینم قراره همینجوری ببینه کن مردم پلشتن دیگه شما هم هرچی دیگه نمیدونم ندیده ها تو با اینا بخوای ببینی بابا 2-3 میلیارد مهم اگه کمه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از زندگیت فیلم میذاری به تخمم که از زندگیت فیلم میذاری ای به خاطر اینکه چی از بچت فیلم میگی به تخمم چرا؟ اوکی در بیار مهم 3-4 میلیارد بابا مگه میشه آخه؟ در ادامه شم و در ادامه این حرفای تندی که میلاد خواست زد اومد از شیما کاتوزیان در واقع یه استوری گذاشت که نوشت تعرفه شیما کاتوزیان توی پرانتز هیروشیما و نوشت که میشناسین که خانومی که آرایش میکنه و قصه تعریف میکنه که بعد حالا تعرفه شو دیگه نمیدونم کامل بخونیم اون متنی که نوشته شده ولی به نظر میاد که حدوداً 60 میلیونه قیمت معرفی در استوری که من خودم چون تجربه اینو داشتم یه زمانی که کار میکردم حالا یعنی تبلیغات میدادم به یه سری از اینفلوئنسرایی که تو اینستاگرام حالا یا جاهای دیگه فعالیت میکردن خب 60 میلیون عدد خیلی بالاییه معمولا خود میلاد خواه اینا شاید حدود مثلا 10 تا 20 میلیون تعرفه حالا مثلا یه استوری داشته باشن که 60 میلیون خب نسبت به اونا حداقل مثلا 3-4 برابری میشه دیگه یه استوری دیگه هم که گذاشت این بود که انگار قبلا شما کاتوزیان وقتی که حالا 1.4 میلیون فالوور داشته اومده بوده به میلاد خا گفته بوده که حالا برای من تبلیغات انجام بده از اینجور حرفا که حالا میلاد خا قبول نکرده بوده به چه دلیلی نمیدونم ولی اومده نوشت که اگه اون موقع که اومده بودی تبلیغات کنم میدیدم بهت الان به اینجا نمیکشید اشتباه کردم اشتباه بعدش هم شما کاتوزیان خب طبیعی هم بود اومده واکنش خیلی تندی نشون داد و استوری گذاشت که میگم از کی تا حالا پسری که با روسری سر کردن و مسخره کردن دختر و تبلیغ روبیکا و شایعه دستگیر شدن زمان اعتراضات مردم خودشو کشید کنار به جای رسیده که نگران مردم باشه اگه خانومی میکنیم دهنمون رو میبندیم چون در حدی نیستی که در موردت حرف بزنیم یخچالی ببین یخچالی خانومی که آرایش میکنه قصه تعریف میکنه خایاش هست و گنده تر بود اون زمانی که مردم تو خیابون کشته میشدن با وجود اینکه خانوادهش تهدید میشدن کارش ادامه داد نرفت تو سوراخ قایم شه بعد یه مدت بیاد ادای آدمای من نگران مردمم رو در بیاره مال این حرفا نیستی دهن ما رو وا نکن اتفاقای خوبی نمیفته باشه اون موقع که خایاتو زیر رو سر زنونه قایم میکردی تبلیغ روبیکا میکردی کی بود به طرف بزنه؟ مثلا فکر کردی ماها نمیدونستیم نمیدیدیم نمیفهمیدیم در حدمون نبوده که حرفتو بزن توی استوری دیگرش هم نوشته بود چیما که 4 نفر به جرم پولشویی گرفتن در اومدن گفتن به خاطر صدای مردم بودن گرفتنمون نذارید بشم چیزی که هیچ وقت دوست نداشتم بشم آقایون شما شاید با حاشیه بالا بمونید ولی ما بدون حاشیه از این بالا نگاهتون میکنیم آره ببین نگاه کن این مایی که تو این هیته کاریم خب واقعا اینو میدونیم اول اینکه ویو استوریای مثلا مایی که چم دارم ویدیو کمدی میزنیم فلان میزنیم 10 برابر اون بلاگر لایف استایلی هست من به چشم دیدم پیج 700K ویو استوری 16-17K بوده بعد مثلا قیمت تبلیغی که میگرفته 7 برابر من بوده ها اوجمله من بارها ازم پرسیدید که چرا انقدر زندگی من لاکچری و لوکسه و انقدر خوشبختم به خاطر دعانویسم بوده ازش ممنونم بارها بهتون معرفی کردم دعانویسم و دوستای گلم شوهرای رفتتون رو بهتون برمیگردونه حتی شوهرای مردم و اگه بخواید براتون فراهم میکنه دوستان عزیزی که دوست دارم من و قاسم زودتر از هم جدا شیم خواستم بهتون بگم که این اتفاق نمیفته من و قاسم روز به روز عاشق‌تر میشیم چون دعایی که گرفتم حصار داره و خیلی محکم‌تر از این نفر است که بخواد با چشم و زخم تو بخواد از زندگی من از هم بپاشه پس بمونید تو پیج من و زندگی لوکس و ببینین و چشتون دراد سلام و درود به اوجملای خودم فالوورای عزیز امروز با من باشین میخوام یه میزون خفن بهتون معرفی کنم نیاکن استایلمو یه پا بعد جلو باشه وانت چرا داره رد میشه الان؟ بذارید اینجا رو یه ذره براتون مرتب کنم. خب
لباسایی که میبینید تنه منم. همونطور که متوجه شدید خب آندیا بابایی و ماری اچم که اونام یه جورایی واینر حساب میشن اومدن حمایت کردن از میلاد خواه و یه جوری شروع کردن مسخره کردن بلاگرها و شیما کاتوزیان. اگه من بخوام نظر خودم بگم، حالا نمیخوام نظر شخصی ما این بین بیام خیلی واضح بگم، اما من معتقد به آزادیم، یعنی اینکه یکی فیک میزنه، یکی مثلا واقعی میزنه، یکی کارش بهتره، یکی هنر داره. اصلا خب هنر چی هست که یکی بخواد داشته باشه یا نداشته باشه؟ مثلا چه تعریف واضح و مشخصی داره؟ به نظر من باید هر کسی آزادی داشته باشه. مثلا من قیمت تبلیغاتمو میذارم 200 میلیون. خب وقتی زیاده کسی نمیاد، مطمئن باشید، یعنی اگه ارزش نداشته باشه یه نفرم بیاد دیگه از اون بعد هیچ کس نمیاد. بنابراین همه چیز به صورت اتوماتیک توی یه بازار آزاد متعادل میشه. و اینکه یه نفر مثلا یه دفعه بخواد پاشه بیاد بگه که میرم به اداره مالیات معرفیتون میکنم، تو صدا سیما مثلا اسمتون رو بگن، و خود بلاگرا کسایی که تو فضای مجازی ان همه با صدا سیما بدن. یعنی یکی از دلایلی که همه این چیزا فیلتر شده اینه که صدا سیما بشه تنها رسانه‌ای که تو ایران وجود داره. بعد اینکه یه دفعه یکی بیاد بره متوسل بشه به صدا سیما که جلوی بقیه رو بگیره و اینا، اصلا کارهای درستی نیست. واقعیت اینه که خب همه کسایی که تبلیغ میکنن طرفای بالایی دارن و شاید میلاد خان مشکلش با اینه که شاید الان دیگه به اندازه قبل شناخته شده نباشه و یکم از این مثلا ناراحت باشه. حتی نمیخوام طرف کسی رو بگیرم اینه بر ضد میلاد خان صحبت بکنم، کلا به نظر من آزادی همه چیزو حل میکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو هم دوست داشتید لطفاً لایکش بکنید.